اختار دانشمندان ذهن بشر نباید بعد از نیمه شب بدار بماند نیمه شب ها وقت تاریکی بر محیط تسلط پیدا کرده و سکوت خودش را تا حدودی تحمیل می کند بیدار نگه داشتن ذهن به افکار منفی میدان بیشتری می دهد تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد ذهن انسان در اوقات مختلف روز رفتار و کاربردهای مختلف از خودش بروز می دهد به طور مثال معلوم شده است که هجوم افکار ریسکی و خطرناک نظیر خودکشی در ساعت بعد از نیمه بیشتر می شود شروع روز بدن و ذهن انسان دنبال شکار و تهیه غذا و کار است و هورمون ها عصب ها و احساسات بشر پیرامون افزایش مهارت های جسمی و ذهنی است به همان نسبت نیمه شب به بعد ریتم خواب و کم تحرکی نقش اصلی پیدا می کند و ذهن و بدن انسان در موقع کوی شوشوری های روزانه است ذهن و بدن بشر از نیمه شب به بعد ولی آمادگی جهشوار برای رفتار غیر منتظره و حساب نشده دارد رفتاری که برای فرار شکار شدن یا شبیخون ضروری بوده است به عبارت ذهن انسان در تاریکی شب آمدگی بیشتری برای رفتار ناگهانی ریسک پذیری و حتی ماجرای ندارد میلیون ها انسان به خاطر بیخوابی مجبور به بیدار ماندن در ساعت دیرتری شب هستند که ناشی از شیوه کم تحرک زندگی معاصر است این بیداری ناراحت کننده اجباری به خودی خود ذهن را در حالت پریشان و ناراحت قرار میدهد که اگر با مشکلات روحی و موقعیت نامساعد زندگی افراد ترکیب شود احتمال حضور ایده‌های منفی مضر و خطرناک را بیشتر میکند